هرگز نبری از یاد از یاد، بی من بی من نشوی هرگز آزاد، بی من محکوم شب بیداد بیداد، از جان و دل بکشی فریاد فریاد. این من زن جنگم فریاد زمان، از غم و دردم از حادثه میخوانم، شعله فانوس در این شب تار، در دل دریا همزادی طوفانم. این من زن جنگم فریاد زمان، از غم و دردم از حادثه میخوانم، شعله فانوس در این شب تار، در دل دریا همزادی طوفانم. میهمان امروز رادیو ایراوا خانم وحیده خرمرودی مدیر انجمن ندا هستند. اونچه که همینک خواهید شنید گفتگویی است که چند روز پیش پیرامون روز جهانی زن و کنفرانس آنلاین مقاومت ایران با ایشون داشتم. سلام به شما خانم خرمرودی عزیز، خیلی خوشحالم که باز فرصت پیش اومد در خدمتتون باشم. به قول کانادایی ها ایتس تریت خانم خرمرودی. به رادیو ایراوا خیلی خیلی خوش آمدید و هرچند از روز جهانی زن چند روزه داره میگذره، ولی به هر حال این روز رو بهتون تبریک میگم. با سلام به شما نرگس عزیز و با تشکر از دعوت شما تبریک به مناسبت روز زن به تمام زنان دنیا و بالاخره زنان وطنم ایران و در خدمت شما هستم. با یک دنیا تشکر دوباره. خواهش میکنم، خدمت از من است. خانم خرمرودی، امسال من احساس کردم که روز جهانی زن یک تفاوتایی با سالهای قبل داشته. نمیدونم شما با من موافق باشید یا نه، ولی به نظرتون روز جهانی زن 2021 از چه ویژگی هایی برخوردار بود، هم در سطح جهانی منظورم هست، هم در ایران و منطقه؟ بله، بسیار سوال خوبیه. یک مرور کوتاهی به شرایط ایران که بکنیم، میبینیم که روز جهانی زن همواره مشکلات خودش رو داشته، مشکلاتی که نیمی از جمعیت جهان در طول قرن‌ها با اون روبرو بودن و در ایران هم این رژیم روزانه برای این زنان وطن پدیده‌های لاینحل براشون درست می‌کنه، از موتور سواری زنان تا چند سباهی بیش از این، تماشای مسابقات ورزشی در ورزشگاه‌ها یکی از معضلات اجتماعی و جاری زنان ایران با این حاکمیت بوده و بدل به پدیده جدید شده. یادآوری میکنم که این رژیم متخصص ساختن پدیده‌های اجتماعی مثل پدیده‌های اندام فروشی، پدیده گورخوابی، پدیده بیکاری، پدیده دختران خیابانی، پدیده کودکان کار، پدیده ترک تحصیلی دانش آموزان این روزها به خاطر نداشتن امکانات اینترنت و کرونا و غیره و غیره. از نظر بین‌المللی هم نگاه کنیم، در آخرین گزارش آقای جاوید رحمان هم به این پدیده اشاره کرده و بالاخص انگشت گذاشته رو ازدواج کودکان زیر سن و این گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل که در امور حقوق بشری ایران کار میکنه در تازه ترین گزارش خودش هم از وضعیت جاری در مورد زنان و دختران ایرانی ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده که در ایران زنان مانند شهروندان درجه دو رفتار میشه. ولی یه ویژه که ما باید بهش بیشتر بپردازیم از نظر من، البته امسال همونطور که میدونید شعار اصلی من به چالش کشیدن رو انتخاب میکنم که همان I chose to challenge، نشون میده که ما برای رسیدن به آرمانهای برابری طلبانه باید مبارزه کنیم، باید وضعیت موجود رو به چالش بکشیم و هیچ جای این مسئله واضح تر از ایران تحت حاکمیت آخوندهاست. ایران همونطور که می‌دونید جز تنها سه کشوری که کنوانسیون رفع تبعیض جنسیتی رو تصویب نکرد و در واقع هیچ اقدامی هم در مورد اون نکرد. پس باید که زنان وطن به نظر من باز هم در سال 2021 این رژیم رو به چالش بکشن برای آزادی خودشون از دست این اهریمن، که خوشبختانه زنان ایرانی هم در قیام‌های اخیر خودشون نشون دادن که پرچم تغییر رو در دست گرفتن و پیشتاز این جریان هستم. دقیقا، نکات جالبی گفتی خانم خرمرودی. مقاومت ایران هم کنفرانس سراسری آنلاین داشت به مناسبت روز جهانی زن. خواستم ازتون بپرسم که برون بگین چه انجمنها و شخصیتهایی تو شرکت داشتن و اینکه پیامشون در کل چی بود؟ کنفرانس بسیار موفقی بود که خوشبختانه در روز 8 مارس برگزار شد. در کنفرانسی که در کانادا برگزار شد 8 انجمن زنان از سراسر کانادا شرکت داشتن توش: انجمن سبا، انجمن هزار زن، انجمن ایران دموکراتیک زنان، انجمن زنان تورنتو، انجمن ندا، انجمن زنان ونکوور، انجمن زنان زندانی سیاسی سابق،
و ائتلاف جهانی زنان علیه بنیادگرایی که مدیریت این جلسه رو به عهده داشت هم در اون شرکت داشتن. در اون تعدادی از نمایندگان حضور چشمگیر داشتن. این نمایندگان خانم فینلی از نمایندگان پارلمان کانادا، خانم وانگ و خانم مکفرسن و نماینده سابق اون خانم ریمون فولکو و یکی از زنان فعال در رابطه با زنان خانم مونیک آگوست که رئیس سابق انجمن زنان ضد بنیادگرایی بود شرکت داشت و خانم تریسی مینک کشیش بزرگی از کلیسای آلبرتا در این برنامه شرکت کردن و سخنرانی داشتن. همه سخنرانان در رابطه با صحبت ها در رابطه با شرایط زنان در ایران و فشارهایی که زنان ایران متحمل میشن، از جمله اونها اشاره کردن به تمام عزیزان و خواهران دربند در زندان ها مثل خانم مریم اکبری منفرد که فقط جرمش جویای شرایط یا قبر در واقع باید بگیم دنبال قبر خانوادهش که در سالهای 60 چند نفر از خانوادهش دستگیر شدن رو جویا شده بود از این رژیم، الان سالهاست در زندان ها به سر میبره و تمام دختران و زنان مبارز دیگری که در زندان های ایران هستن. و شنیدم که تو کلامتون همین چند روز پیش ایشون به زندان سمنان تبعید شدن. بله بله، متاسفانه به جای اینکه آزاد بشه و یا دادگاه منصف داشته باشه این فرد سالها سر زندان و همونجور که گفتین چند روز پیش اخبارم در اومد که ایشون رو به سمنان در بدترین شرایط منتقل کردن. همونجور که خودتون میدین تمام اینها رو نمایندگان ما اشاره کردن و نام خیلی از مبارزین دیگه صحبت شد در رابطهشون و شرایطشون در زندانها و شکنجه‌ای که بر اونها اعمال میشه و مخصوصا در شرایط کرونا. و از طرف دیگه هم کل صحبت تغییر رژیم پیشنهاد شد که به عنوان شرط بهبود وضعیت زنان خواهد بود، یعنی در واقع اگه این رژیم تغییر نکنه ما همین شرایط رو خواهیم داشت و فقط تغییر رژیم بود. پیام همگی در راستای همون شعار روز جهانی که من به چالش کشیدن رو انتخاب میکنم هم بود که باید در نهایت زنان سرنوشت خودشون رو خودشون با شرکت فعال در مبارزه برای برابری و آزادی در دست بگیرن و تغییر رو هم در ایران به انجام برسونن. این کل مختصر کوتاهی بود از صحبت‌های نمایندگان و فعالان حقوق بشری در برنامه زنان در کانادا. درست. طرح ده ماده خانم رجوی هم زیاد مطرح میشه، هم تو این کنفرانس مطرح شد و هم در گفتگوهای دیگر یا کنفرانس‌های دیگر یا به هر حال برنامه‌ای که برگزار میشه. میخواستم ازتون بپرسم اگه بتونین به طور خلاصه برامون توضیح بدین که این طرح ده ماده خانم رجوی چیه در واقع؟ دقیقاً درست گفتین، یک طرح ده ماده خانم مریم رجوی بالاخره سر قبال آزادی زنان هم در این یکی از موضوعات بحث این کنفرانس بود. به اختصار طرح ده ماده به عنوان فقط من اشاره میکنم و اگه اجازه بدین بیشتر در قبال زنان صحبت رو ادامه میدم. این طرح میگه یک جمهوری بر اساس رأی و انتخاب آزادانه مردم، جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد، لغو حکم اعدام، کثرت‌گرایی، اعاده حقوق ملیت‌های تحت ستم، فرصت‌های برابری اقتصادی، یک قضایی مستقل و عادلانه، یک ایران غیرتون. تو این کنفرانس هم به اختصار در رابطه با زنان مهمترین حرف‌ها این بود که برابری کامل زنان در تمام صحنه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی باشه که مشخصاً به مواردی که برای همه زنان ایران مهم است اشاره می‌کنه. در این طرح واس کلی‌گویی کلاً فاصله میگیره و تمام برابری و حقوق رو در جزئیات به نگارش در میاره، حق انتخاب کردن، حق انتخاب شدن در تمام منصب از جمله قضاوت و ریاست جمهوری و رهبری و تمام ارگان‌های تصمیم گیرنده رو به اونها میده، نفی تمام اشکال تبعیض علیه زنان، زنان در انتخاب محل سکونت، محل تحصیل، محل و نوع شغل آزاد هستند، زنان در حق انتخاب همسر، حق انتخاب پوشش و مسافرت آزادانه خود، حق خروج از کشور، حق کسب تابعیت، حق تفویض تابعیت به فرزندان خود و حق طلاق و حق ولایت بر فرزندان خودشون برخوردار هستند. زنان در مقابل خشونت، تبعیض، تجاوز و نقض آزادی به راهکارهای قضایی مطمئن دسترسی خواهند داشت. زنان از حق برابری با مردان در دادخواهی برابرند.
در دادگاه اعتبار شهادت زنان با مردان برابر است. زنان از حق شرکت در تعیین سیاست‌های حکومت و اجرای آنها و به عهده داشتن پست‌های دولتی و انجام وظایف عمومی در تمام سطوح حکومتی برخوردارند. حق انتخاب آزادانه پوشش که می‌دونید که یکی از بی‌رحمانه‌ترین اجبارات آخوندی و زندگی شخصی اجتماعی زنان میهنمون بوده و به همین بهانه هم چه زنهایی که شلاق خوردن یا به صورت آنها و بدنها آنها اسید پاشیده شد و قربانی اسید پاشی شدن و یا به زندان افتادن و از چه محرومیت‌های عظیمی برخوردار بودن رو هم حذف میکنه، حق پوشش آزادانه رو به اونها میده، هیچ حجاب اجباری در کار نیست، حق مسافرت، حق طلاق، سرپرستی فرزندان بدون نیاز به اجازه گیری، که البته اینها همه در بحث‌های دیگری که خود خانم مریم رجوی همین موارد رو مفصل در جزئیات توضیح دادن هستش که در نوشته‌ها، گفتارها که نیاز به زمان بیشتری برای توضیح داره که من فکر می‌کنم برای این برنامه یه فرصت کم و با هم در همین اختناق کنیم هم بهتره. دقیقاً همینطور خانم خرم‌رودی، خیلی ممنون که به این نکته واقف هستید. ولی خانم خرم‌رودی، این طرح خب اصول اولیه انسان‌ها تو جوامع پیشرفته به حساب میاد دیگه، درسته؟ چرا اینقدر اهمیت داره این طرح؟ بله واقعا اینها تو دنیای غرب که نگاه کنیم دیگه، حالا بجز حالا یه سری برابری ها که در دنیای غرب هنوز کم بود هست، ما گفتیم مثلا مسئله زنان یه چیزی که در نیمه از جمعیت دنیا باهاش مشکل دارن، ولی این بیشترین چیزی که به چشم اهمیت برخورد داره که بیشترین سرکوب و ستم آخوندها در این 4 دهه گذشته در قبال این زنان ایرانی به کار رفته. از اونجایی که این رژیم آخوندها پایترین، به قول شما گفتین که دیگه اینا پایترین حقوق زنان دیگه، یعنی زنان یا اصلا مردان در حق انسانی هر فرده پایترین حقوق زنان رو هم سلب میکنن، میبینین که این طرح درست نقطه مقابل زن ستیزی آخوندیه و در واقع توانمند کننده زنان ایران در مواجهه با این موانع است. مثلا همین روزها میبینیم که یک پزشک اورژانس به دلیل مخالفت همسرش نمیتونه حرفش رو انجام بده و کار بکنه و این در واقع نه فقط زنان که کل جامعه رو با محرومیت از مداوای پزشکی مواجه میکنه. یا وقتی که قهرمان ورزشی زن باید برای مسابقات ورزشی سفر بکنه به خارج از کشور و همسرش اجازه نمیده، این نه تنها این زن بلکه زنان ایران رو به عقب نگه میداره و این دلیل فکر پوسیده این مردهای آخوندزاده است. پس به دنبالش کشور هم از به قول معروف افتخارات ورزشیش عقب نگه میداره. میدونید که در رژیم آخوندی همه تصمیم گیری ها مشروط به اجازه همسر یا پدر و یا جد پدری زن. همینطور حق سرپرستی از فرزند که حق مادرش رو از اون سلب میکنن دوباره یک جنایت دیگری. پس نشون میده که این رژیم در قوانین زن ستیزانش داره به اهدافش میرسه که به همین دلیل این طرح امیدبخش فردایی روشن برای همه زنان ایران است و آنها رو در مبارزه بر سرنگونی این رژیم مقاومتر و سرفرازتر میکنه و در نهایت این زنان ایرانی هستن که بنیادگرایی حاکم رو شکست میدن و همین دلیل این اهمیتش رو بالا میبره. قبل از اینکه این گفتگو رو با شما شروع کنم، خانم خرم‌رودی، داشتم به یک ترانه گوش میدادم از هلنا که توی کنفرانس مقاومت در کانادا هم اجرا کرد. ترانه بود از باب دیلن اگه اشتباه نکنم. بله، همین ترانه رو در این مصاحبه هم توی فایلش خواهم گذاشت. ولی به نظرم حضور دختران جوان توی این کنفرانس خیره کننده است. به نظرم با توجه به اینکه اکثرا یا شاید همشون خارج از ایران متولد شدن، چرا این جوانان به مسائل زنان ایران اینگونه توجه دارن و به نظر شما انگیزشون را کجا میگیرن؟ والا باید اینو از خود جوانا سوال بکنیم. و پیشنهادم میکنم که در یکی از این برنامه‌های آموزنده‌تون حتما مهمون جوانو داشته باشید. من چون فقط میتونم از جنبه فکری خودم فقط این سوال رو جواب بدم، چون خودم هم همیشه این سوال برام از دیگران بوده که چطور دختر و پسرت هم توی همه برنامه‌های این مقاومت اکتیف هستن. ولی از نظر من باید گفت که اتفاقا این پویایی این مقاومت رو نشون میده.
که این جوان ها راه سباها و تمام زنان و دختران جوانی که زیر سن در زندان های رژیم بدون این که حتی نامشون رو دشخیم بدونه جان فدای این راه آزادی ایران کردن و میکنن و هنوز هم میکنن و در قیام چقدر جوان دیدیم که به شهادت رسیدن و این نشون میده که خونهای اونا در هیچ شرایطی به هدر نرفته و بلکه در این جوانان ریشه کرده. من فکر میکنم اتفاقا اونهایی که دقیقا تجربه آزادی و انتخاب رو چالش دارن بسیار راحتتر میتونن بفهمن که وقتی چنین جنایت و اجبارات قرون وسطایی بر هم سن و سالهای اونها در ایران اعمال میشه چقدر سخته. وقتی میبینن که با بودن در فضای دموکراتیک کسی به خاطر ابراز عقایدش یا شرکت در سالن‌های ورزشی نباید دختر آبی بشه یا به زندان بیفته و یا شلاق بخوره، احساس میکنن که میتونن صدای اونها باشن که متاسفانه به دلیل وجود رژیم آخوندی اونها از این نعمت‌ها محرومن و باید صدای اونها رو از این جوانان در خارج از کشور که یک باز هم امید بخشی دیگر برای زنان جوانان در بند در ایران هست رو بشنوند. که این پیام به همو باز دوباره همو انتقال این پیام به زنان و دختران ایرانی است که شما تنها نیستین، دوستداران شما در کشورهای دیگه از جمله کانادا و اروپا میخوان صدای شما باشن، فقط به دنبال به دست آوردن همه چیز برای خودشون نیستن، زندگی فقط برای خودشون نیست، بلکه میخوان با خلاص شدن از دست این رژیم شما هم به این همه چیز و این آزادی ها برسید. که من هم مثل شما مفتخرم و برام هم چشمگیر فعالیت اونها و واقعا لذت میبرم و افتخار میکنم به تک تکشون که وجدان های بیداری دارن و فعالیت های خودشون رو ادامه میدن در این راستا. دقیقا. خانم خرم‌رودی میتونم ازتون بپرسم شما چشمنداز آینده ایران رو چگونه میبینید؟ والا فکر میکنم مثل همه دیگران چشمانداز آینده رو بسیار روشن همه میبینیم. همونطور که در سوالات قبلی اشاره کردم اکنون یک مثال روشن و مادی هم در همین طرح ده ماده خانم رجایی جلوی چشممون هست که میتونیم برای رسیدن به اون تلاش کنیم. در واقع چون این ده ماده کمک میکنه به واضح بودن شرایط آینده ایران و واقعا بسیار فراتر از یک دیدگاه گروهی است و چون راه آینده رو ترسیم میکنه، پس در واقع هر کس بخواد وارد مسیر مبارزه برابری طلبانه زنان یا سرنگونی رژیم بشه نمیتونیم چیزی کمتر از این قانع باشه. زنان، دختران و مادران ایرانمون شایسته چنین آزادی برابری هستن. یک نکته هم که همینجا خوب است اشاره کنم اینه که روشن است که حرف روی کاغذ زدن رو خیلی ها میتونن انجام بدن. خیلی ها امکان داره بگین ده ماده هم توی کاغذه، اما از اونجایی که خانم رجایی و تمام مجاهدان خود به عنوان یک زن ارائه دهنده و پیش برنده این خطوط بودن، این اطمینان رو زنان میهنم میتونن داشته باشن که تک تک این کلمات و این طرح‌ها به بهای خون هزاران زن و مرد مبارز ایران به دست اومده. شما دیدین که در انقلاب سلطنتی زنان هم پیشتاز بودن، پیشتاز این انقلاب بودن، حتی نیمی از یا بیشتر زنان انقلاب ضد سلطنتی 50 انقلاب ضد بله شرکت میکردن، ولی به این رژیم دجال که رسیدیم زنان ما دیگه فقط پیشتاز نبودن بلکه مبارزه رو انتخاب کردن و مبارزه رو تنها راه حل سرنگونی این رژیم دونستن. که اینا همه بهاشون هم که گفتیم که با هزاران زن در زندان‌های رژیم و 30,000 شهید و زنان مبارز مجاهد در آلبانی و زنان مبارز در خارج از کشور به راستی این نوشته رو به راه به وقوع به عمل میرسونن و چشم اندازم که خیلی روشنه برای فردا، از همین حالا هم روشنه که انشالله 2021 یکی از موفق ترین به قول معروف سالها باشه، چرا که همه ما انتخاب کردیم که تغییر بدیم این سیستم رو و این رژیم رو نابود بکنیم انشالله و آزادی رو برای زنانمون به ارمغان ببریم. حتما همینطور خواهد شد. خانم خرم‌رودی خیلی ممنونم از وقتتون، از توضیحات مفید و جالبی که دادید. براتون هم چهارشنبه سوری خوبی همراه با سلامتی آرزو دارم و هم سال جدید 1400 یا ورود به قرن جدید. امیدوارم که در سال 1400 سرنگونی رژیم آخوندها رو شاهد باشیم. انشالله ما هم با اون امید هستیم و در اون راستا هم قدم برمی‌داریم. یک دنیا تشکر دوباره و منم تبریک میگم به شما سال نو و چهارشنبه سوری و آرزو میکنم برای همه زنان وطنم در ایران که سالهای بهتری رو به چشم ببینن و
مبارزاتشون رو به هیچ وجه نادیده نگیرن و هر قدم و هر حرکتی در ایران خودش به راستای سرنگونی این رژیم راه میبره. با تشکر از شما. خواهش میکنم. روزتون بخیر. And accept that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming, or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Come writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak so soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the time.